به آرامی از این سازه ها می گذرد تا باران سیلاسا خسارت به بار نیاورد. از قبل ما 300 رأس گوسفند تلفات دادیم به خاطر سیلاب. به خاطر این سیلاب حالا این گاوینا زدن و این گورابا زدن خدا شاهد ماشاءالله خیالمان راحته. در کرمانشاه در برخی از مناطق چشمه های جوشان و کوه های بلند وجود دارد و هنگام بارش آب فراوان از آنها به پایین دست جاری می شود. اینجاست که آب خیزداری راهی است برای کاهش خطرات سیل. آب خیزداری با اجرای این سازه هایی که انجام میده. سازه های یک زمانی هستش به صورت کانال، یه زمانی هست به صورت بند خاکی، مثل گورابایی که ما احداث کردیم، مثل کارهای خشکشید، مثل این گابینایی که احداث کردیم. وقتی این آبها توسط این عملیات کنترل شد، یواش یواش چشمه ها تغذیه میشن، چاه ها تغذیه میشه، قنات ها تغذیه میشه. بندهای سنگی ملاتی که میبینید برای حفظ آب در همه فصل هاست. حتی در فصل خشک تابستان از دل ماسه ها و ریگ ها صدای دلنشین آب میآید. هنر آب خیزداری باعث میشود خاک هم فرسایش کمتری داشته باشد. اداس بندهای سنگی ملاتی، اداس بندهای گابیونی، سدهای خشک چین داغ فرصتی بهشان دست میده که داخل زمین نفوذ پیدا بکنن و باعث تغذیه منابع پایین دست بشن. کرمانشاه قطب کشاورزی کشور است و آبخیزداری نقش مهمی در حفظ آب و حاصل خیزی خاک دارد. باعث شده که چاهایی که در پایین دست این عملیات آبخیزداری بوده در واقع آبشان زیادتر بشه. مجموعا در سطح استان کرمانشاه نزدیک 350 تا 400 هزار هکتار ما عملیات اجرایی داشتیم، بیش از 700 هزار هکتار ما مطالعات داشتیم. خوب است آبخیزداری با همه مزایایش مورد توجه قرار گیرد. در واقع اجرای طرحهای آبخیزداری باعث میشه آب حاصل از بارش ها به جای اینکه به صورت سیلاب جاری بشه، برای روزهای گرم در دل خاک ذخیره بشه و این یعنی مدیریت آب به همراه حفاظت از